هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، سلام و درود بر شما. براتون سلامتی و سرفرازی و موفقیت آرزو میکنم. در برنامه 360 درجه امروزمون میپردازیم به تصویب تحریم‌های جدید توسط سنای آمریکا که مهره‌ها و رسانه‌های رژیم از اون با عناوین و عباراتی مثل مادر تحریم‌ها و سیاه چاله تحریم‌ها و همینطور تحریم‌هایی به مراتب بدتر و فراگیرتر و خطرناکتر از تحریم‌های قبل از برجام یاد می‌کنند. نکته قابل توجه اینه که پس از مصوبه سنای آمریکا، خامنه‌ای دو بار و روحانی سه بار به صحنه اومدن، اما هر دو هیچ اسمی از این مصوبه و از تحریم‌ها تو صحبتاشون نبردن، ولی مهرهای نزدیک به اونا سعی کردن بار این قضیه رو یک مقداری تخفیف بدن و تکانی رو که این تحریم‌ها در سراپای رژیم ایجاد کرده رفع و رجوع بکنن. ابتدا گزارشی در این باره. تلویزیون رژیم، 30 خرداد. اروپایی ها همونطور که از مجموعه گفته هاشون برمیاد و عمل کردشون هم تا وزیده نشون میده، خودشون رو ملزم نمیدونن که به مصوبه سنای آمریکا پاسخ مثبت بدن، مضافه به این که ما با روسیه و چین قراردادهای متعددی داریم در حوزه های مختلف، به طوری که چین شریک اول تجاری ماست. ما اگر امریکا بر روی ما برای ما چیزی رو تحریم بکنه، 37 سال بهش عادت کردیم و خود اقتصاد مقاومتی یه طرح ایجابی است در برابر تحریم‌های احتمالی که اینها انجام دادن یا میدن. کیهان خامنه‌ای روز 31 خرداد برخلاف ادعای ولایتی مشاور خامنه‌ای در مورد اینکه اروپایی‌ها خود را ملزم به رعایت تحریم‌ها نمی‌دانند، تحت عنوان مدیرعامل توتال سرمایه گذاری در ایران فعلا ریسک بزرگی است، نوشت: با اعلام عدم اخذ مجوزهای کامل برای امضای قرارداد با توتال از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت و اظهار نگرانی مدیرعامل توتال از بازگشت تحریم‌های ایران، به احتمال زیاد این شرکت اروپایی پای قرارداد با ایران نخواهد نشست تا برجام بعد از گذشت 1.5 سال از یک وعده به توافقی بی‌نتیجه بدل شود. ادعای دیگر ولایتی مبنی بر عادت داشتن نظام به تحریم‌ها در حالی است که ارگان بسیج سپاه پاسداران در سرمقاله‌اش با عنوان بازی آمریکا با برجام و ضرورت واکنش سریع اعتراف می‌کند، قرار گرفتن حدود 200 نفر یا شرکت در لیست SDN تحریم‌ها تا پیش از توافق هسته‌ای برجام تحریم‌های فلج کننده نامیده می‌شد و آقایان برای برون رفت از این بحران نسخه غرب را برای پذیرش فریز کردن هسته کشور دنبال کردند که در تنگنای اقتصادی قرار نگیرند. اما با تحریم S-722 که تخمین زده می شود بیش از 5000 نفر یا شرکت مرتبط با سپاه در بخش سازندگی کشور درگیر آن می شوند، نمی تواند ایجاد مشکل در مسیر اجرای برجام نماید. بخش سازندگی سپاه با بیش از 5000 شرکت اقتصادی و عمرانی همکاری می کند که بر اساس این طرح متسلبانه در معرض قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا و به تبع آن دیگر کشورها خواهند بود. حق داریم بگوییم رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی خود و مناظره ها، زمانی که با صدای بلند سخن از این میراند که نیروهای نظامی باید به دنبال وظیفه نظامی خود باشند و اگر میخواهند کار اقتصادی بکنند باید شفاف عمل کنند، نوعی گرادادن به دشمن برای تحریم سپاه و نشستن بر سر شاخه و بنبریدن بود. وظیفه دولت و تیم هسته‌ای در شرایط حاضر این است که نگذارند طرح تحریمی S-722 از سنا به کنگره رفته و نهایتاً به قانون تبدیل شده و برای اجرا توسط ترامپ دیوانه سرمست از غرور کاذب به امضا برسد. در حالی که مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای هدف تحریم‌ها را تغییر نظام تعریف کردند، در باند روحانی تعریف دیگری ارائه می‌دهند. روزنامه حکومتی ابتکار، 31 خرداد. دونالد ترامپ و مردان تندروی حزب جمهوری خواه از وقتی که به کاخ سفید راه یافته و عنان حکومت در آمریکا را به دست گرفتند، بار دیگر شمشیر تهدید و تحریم را برای تهران از رو بستند.
تازه ترین و جدی ترین اقدام واشنگتن در این رابطه وضع تحریم های جدید به بهانه توان موشکی ایران و البته روسیه است. اینکه چرا روحانی و ولی فقیه در مورد تحریم ها ساکتند سؤال محافظ و باندهای حکومتی هم هست. البته باند خامنه ای تنها روحانی را زیر علامت سؤال میبرند. روزنامه حکومتی وطن امروز 31 خرداد. چرا حضرات دوست ندارند واقعیت را اعلام کنند؟ چرا دوست ندارند بگویند که با این مصوبه روح و جسم برجام هر دو نقض شده است ولی به دلیل برخی اعتمادهای نابجا و وجود مکانیسمی به نام ماشه در برجام حتی توان شکایت سوری از این بدعهدی ها را هم ندارند؟ این اعتراف شاید زمینه ای را ایجاد کند تا زمینه های وحدت و اجماع بر سر منافع ملی ایجاد شود. اگر نه با دست فرمان فعلی مسیری جز تشدید شکاف میان دولت و ملت متصور نیست. با تصویب تحریم‌های سنای آمریکا علیه رژیم که مهرها و رسانه‌های خود رژیم از اون با عباراتی و توصیفاتی مثل مادر تحریم‌ها یا سیاه‌چال تحریم‌ها و تحریم‌های بدتر و خطرناک‌تر و فراگیرتر از تحریم‌های قبل از برجام از اون یاد می‌کنن، ضربه سنگینی به رژیم وارد شد و رژیم رو سراپا دچار شوک کرد. آثار این شوک رو به صورت سکوت خامنه‌ای و روحانی می‌تونید ببینید که هر کدوم با اینکه تو این مدت 3 بار و 2 بار هر کدوم به صحنه اومدن و سخنرانی هم داشتن، اما حتی یک کلمه هم به تحریم ها اشاره نکردن. با گفتگوی خودمون با خسرو شکراللهی رو به این موضوع اختصاص میدیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و متشکرم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آسد. بله، همونطور که در این گزارش هم که الان پخش شد دیدیم، ظاهرا رژیم از اون حالت شوک اولیه خارج شده. شایدم مثل نشونه چنین نظری این باشه که خامنه ای یکی از نزدیکترین افراد خودش مثل ولایتی رو به صحنه فرستاد و اونم تو صحبتاش سعی کرد نشون بده که این بحران قابل حل و قابل علاجه. آیا به نظر شما همینطوریه یا نه طور دیگه میبینید؟ خیر، من اینطوری نمیبینم. ببینید، هر اگر منظورتون این که رژیم از این شوک داره خارج میشه، حرفای ولایتی فقط هست. بله. حرفای ولایتی خیلی سست‌تر و بی‌رمق‌تر از اون هست که بتونه این شوکی که به نیروهای رژیم وارد اومده رو بتونه جبران بکنه. برای مثال در همین گزارشی هم که دیدیم، مثلا میگه که خب ما اروپا خودشو ملزم نمیدونه که تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنه، بعد ما با چین و روسیه تبادلات داریم، اولین شریک اقتصادی چین هستیم. اینا خیلی استدلال‌های بی‌پایه‌ای هست. وابستگی اقتصادی اروپا که با آمریکا مشخصه، چین و روسیه هم که در جریان همین تحریم ها و برجام و تحریم های شورای امنیت و همه اینها بعد تحریم های آمریکا نشون دادن که به هیچ وجه بر سر این مقولات به رویارویی با آمریکا به خاطر رژیم و بر نخواهند خواست. و شما فقط نگاه کنید حجم اقتصاد آمریکا چند سال پیش، مثلا من یادم از خونده بودم 13 تریلیون دلار بود، در حالی که اروپا 6 تریلیون دلار بود و چین هم همین حجم اقتصادشون بود. برای این معادله خیلی روشن است، اینکه حالا چین مثلا شریک اول اقتصادی رژیم بخواد رابطه‌شو با آمریکا و تو این تحریم ها نیاد که اصلا استدلال ضعیفیه. ولی اضافه بر اون، اصلا این تحریم ها که به دولت ها اعمال نمیشه، تحریم هایی که سنای آمریکا تصویب کرده، تحریم هایی است که به شرکت ها و به بانک هایی که با رژیم معامله بکنن اعمال خواهد شد و این شرکت ها هیچ وقت نمیان همچین ریسکی رو بپذیرن. نشون هم دادن، کمون که همین چند لحظه پیش هم در همین گزارش دیدیم، کیهان به نقل از توتال نوشته بود که اصلا ما تو ایران سرمایه گذاری خیلی پر ریسک هست. یا مثلا این ادعا که گویا ما، یعنی رژیم، به این تحریم ها 37 سال هست و عادت کرده و اینها، این هم بازم ادعای ضعیفیه، چون اولا این تحریم ها خودشون میگن مادر تحریم ها، سیاه‌چاله تحریم اصلا با اونها قابل مقایسه نیست. بنابراین خیر، این حالت شوک و بهت زدگی و اینکه نمیدونن چیکار بکنن کماکان بر رژیم حاکم هست در رابطه با این تحریم ها و واقعا راه حلی ندارن. درسته. حالا یک
سوال دیگه هم در رابطه با حرفای ولایتی داشتم. این حرفا که ولایتی که از مورای خیلی نزدیک به خامنه‌ای، یعنی جزء باند خامنه‌ای محسوب میشه. بله. اما حرفایی که زد هم در کیهان که بازم از باند خامنه‌ای و هم در جوان، این حرفا به اصطلاح رد شد یا به نوعی تخته شد، در حالی که هر سه در یک باندن، باند خامنه‌ای. چرا؟ ببینید، خب اینکه اولا تشتت درون همین باند رو هم میرسونه، نشون میده که باند خامنه‌ای هم چقدر در این زمینه متشتته. ولی من فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم دیگه اش هم همین مسئله است که اشاره کردم در پاسخ قبلیم. این استدلال هایی که ولایتی کرد به هیچ وجه استدلال های قوی نیست که بتونه کسی رو قانع بکنه. برعکس باندهای رژیم رو همینطوری که دیدید و اشاره هم کردید خودتون جوابش رو دادن، نه تنها قانع نشدن بلکه پاسخش رو دادن. مثلا این کیهان حرفای توتال رو که خدمتتون عرض کردم اشاره میکنه. و به یکی از دلایلی که میبینیم اینطوری میگن به دلیل همین که به واقع رژیم و این تم در تمامیت خودش هیچ راه حلی نداره در پاسخ به این تحریم ها. بله، حالا یک نکته دیگه این تو این صحنه ای که الان هست، چرا خامنه ای خودش به صحنه نمیاد و به جای مثلا فوشایی که اون دفعه داد یک حرفی بزنه که بتونه اوضاع رو خودش جمع جور کنه؟ ببین، خامنه ای در رابطه با این تحریم ها که اکنون مسئله اصلی روی میز رژیم هست، لاغر تا اونجایی که به سیاست های خارجی برمیگرده و بله. به مسئله برمیاد، این الان مسئله اصلی روی رژیم و میبینیم که چه ولوله ای در رژیم به پا کرد. در رابطه با این خامنه ای فوق العاده چنتش خالیه، چیزی نداره جز این که همین که گفتید با فحاشی بخواد یک مقداری این فضا رو، صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داره، و یا اینکه مثلا بره به دیر و زور موشک بزنه و دستگاه تبلیغاتیش رو بسیج کنه که شما نشون بدید این پاسخ به این تحریم هاست. که همین هم بازم خیلی موضع مفتضحیه. و بعدش حتی در رابطه با برجام هم نمیتونه کاری بکنه. مثلا بیاد بگه این نقض برجامه، پس من مثلا ادعای قبلی، پس من برجام رو هم آتیش میزنم. این کار هم نمیتونه بکنه. چرا؟ چون که خودشون هم میدونن که این نقض برجام نیست. یکی از رسانه‌های آمریکایی چند روز پیش حرف جالبی نوشته بود، میگفت مگه خود این رژیم نبود که همیشه میگفت که نه، این مذاکرات برجام که ما کردیم فقط در چارچوب اتمیه و اصلا ربطی به موشکی نداره. بنابراین الان هم رایی نداره که نشون بده تحریم های آمریکا که مخواد روی موشکی و دخالت های تروریستی رژیم و نقض حقوق بشر اعمال بشه بتونه اینو نقض برجام وانمود کنه رژیم. و ببین، در اون زمینه هم دست خامنه ای بسته است و از اون ادعاها هم نمیتونه بکنه. بله، حالا شما علل سکوت خامنه ای رو گفتین، روحانی چرا ساکته؟ میدونیم، از این نظر میگم که میتونه روحانی وارد شه از برجام دفاع کنه، بگه این تحریما ربطی به برجام نداره. نداره، مثل سابق از برجام دفاع کنه، حداقل اینو بیاد بگه. ببینید، مشکل روحانی در این میان اگر از خامنه ای بیشتر نباشه کمتر هم نیست. یکی اگر بخواد در مقابل این تحریم ها بایسته و حرفی بزنه، حالا بالفرض هر سیاستی هم که بخواد مثلا بگه، این خب یک خط قرمزی است بر تمام این پروسه‌ای که تا حالا طی شده و بنابراین کاملا در این زمینه چنتش خالیه. نکته دیگری هم که در رابطه با روحانی هست، اگر بخواد این کارو بکنه، الان شما ببینید باند رقیب این روزها داره پیوسته مطرح میکنه، خائن میدوننش، نمیدونم به انواع اقسام چیزهای این القاب روحانی رو میخونن. بنابراین اگر بخواد ایستادگی بکنه در مقابل اینها و بعدش مثلا همونطور که شما گفتید بیاد بگه نقد تحریم ها به غایت وحشت داره از حملات باند رقیب، کما اینکه در همین عقب نشینی هایی هم که این دوره کرد میبینیم که چقدر حتی روحانی هم از اونجایی که از این نمایش انتخابات تمامیت این رژیم همچنان که مقامات ایران گفت ضعیفتر و شق شدتر بیرون اومد، میبینیم که روحانی هم ضعیفتر شده. این چند روز پیش یکی از مهره های رژیم به روحانی گفته بود که خب تو قاعدتا بعد از این انتخابات، وقتی که از انتخابات قبلی هم بنا به آمار خود رژیم چند میلیون رای اضافه داری، خب پس باید بیشتر وایسی و کرنش نکنی، در حالی که تو عمل میبینیم برعکسه. چرا؟ چون که روحانی هم ضعیفتر شده در این مخمسه که رژیم آخوندی دوچارش شده و برای اون هم در این حالت ضعف نمیخواد اصلا جلوی باند رقیب بیسته و آتو دستشون بده برای حملات بیشتر به خودش. بله، خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که برامون دادید. خواهش میکنم. We'll be right back.
لابد در جریان هستید که چند روز قبل روحانی حرفهایی درباره ولایت و حکومت و اینکه مشروعیت حکومت در اسلام به آرای مردم هستد که منظورش البته مقابل جویی با خامنه ای و اشاره به نامشروع بودن جایگاه او به عنوان ولی فقیه مادام العم بود که طبعا واکنش شدید خامنه ای رو به همراه داشت که البته اون رو از زبون آخوندهای سرسپرده و رسانه‌های وابسته به خودش ابراز کرد و در نتیجه موج تهاجم سنگینی که صورت گرفت روحانی در این زمینه زبونانه عقب نشینی کرد و حرفایی که در جهت رفع و رجوع حرفای قبلیش بود زد. گزیده‌ای از خبرهای مربوط به این جریان از نظرتون میگذره. یک تهاجم تبلیغاتی دیگر علیه روحانی و عقب نشینی زبونانه مجدد او. روزنامه حکومتی وقایع اتفاقیه 31 خرداد. روز گذشته آیت الله احمد جنتی در پی طرح برخی مطالب پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی از سوی رئیس جمهوری بیانیه ای را از سوی مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد. او تأکید کرد که تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با برخی مبانی دینی متعارض و ناسازگار است. اگر مردم با فردی غیر از ولی بیعت کنند مشروعیت نمی‌یابد. خبرگزاری حکومتی میزان 31 خرداد. واکنش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. سخنان اخیر مطرح شده در باب ولایت و مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطایی بزرگ و سخنی برخلاف برهان و دلیل و عقل و شرع است. آیا باید آن جفا و تحمیل و حیله‌گری و تزویری که مردم را از حق برخورداری از رهبری و ولایت و امامت الهی محروم ساخت رأی مردم تفسیر کرد و آن را به معصوم نسبت داد؟ هدایتخواه عضو سابق مجلس ارتجاء 31 خرداد. سخنان آقای رئیس جمهور نشان می‌دهد که وی هنوز مفهوم ولایت را ندانسته و آن را در یک حکومت اسلامی درک نکرده است. کسانی که امروز دم از مشروعیت رأی مردم و ربط دادن آن به دموکراسی می‌زنند، نه از مشروعیت چیزی می‌دانند و نه از دموکراسی و تعابیر را به گونه‌ای دیگر می‌گویند. این گونه سخن‌ها از سوی آقای روحانی نگاهی شعاری است و گفتن این گونه حرف‌های هنجارشکنانه در قواره رئیس جمهور اسلامی نیست. آخوند یاسینی رئیس شورای ائمه جمعه تهران 31 خرداد. بحثی که رئیس جمهور در ارتباط با ولایت مطرح کرده بحث غلطی است. عده‌ای از روی بی‌سوادی و عدم اطلاع از تاریخ حرف‌های نادرستی می‌زنند که با این حرف‌ها دشمنان اسلام خوشحال می‌شوند و این کار خطرناکی است که می‌خواهد به ریشه دین و امامت و ولایت تیشه بزند. آخوند روحانی 30 خرداد. تا مردم نیایند تشکیل حکومت ممکن نمی شود. امام راجع به رهبری می گوید من از اول معتقد بودم که برای رهبری شرط مرجعیت لازم نیست، اما دوستان اصرار کردند و این در قانون اساسی آمد. سایت حکومتی سابر نیوز 31 خرداد. روحانی در ضیافت افطار با علما و روحانیون اشتباه خود درباره ولایت امیرالمؤمنین را اصلاح کرد. انشاءالله باور قلبی ایشان نیز همین باشد و چند روز پیش سهواً در استخدام واژه‌ها دچار لغزش زبانی شده بود. اصلاح و شفافسازی امروز ایشان قابل تقدیر است. شاید تو خبرها شنیده باشید که غارت شدگان مؤسسات به اصطلاح اعتباری غارتگر رژیم در ادامه اعتراضات خودشون در چند شهر کشور به خیابون آمدن و دست به تظاهرات زدن و علیه این مؤسسات که رژیم اونا رو خودش ساخته و پرداخته و حالا میخواد خودش رو کنار بکشه شعار دادن. در تهران شمار کسانی که در این حرکت اعتراضی شرکت داشتن به هزاران نفر رسید و در اهواز رژیم برای ایجاد فضای رعب و وحشت زره پوش به خیابون ها آورد. ابتدا تصاویر رو که هموطنانمون از این حرکت‌های اعتراضی گرفتن و در فضای مجازی منتشر شده ببینیم تا بعد من سوالاتی را که در همین رابطه دارم با میهمان برنامه حسین میرداماد مطرح کنم. ابتدا فیلم رو میبینیم. رئیس بانک مرکزی مردم فریبی بسر.
ایران شده دوستانه، ایران شده دوستانه، ایران شده دوستانه. ریشه ظلم و بکر، ریشه ظلم و بکر، ریشه ظلم و بکر. خب بینندگان عزیز، بعد از دیدن این صحنه ها گفتگومون رو با حسین میرداماد آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید. سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه 360 درجه سیمای آزادی. خواهش میکنم. خب اول میخواستم اگه ممکنه یه گزارش کلی از هم تظاهرات و حرکت های اعتراضی امروز و کلن چند روز اخیر که غارت شدگان داشتن برامون بفرمایید. بله، این البته حرکت اعتراضی این چند روز گذشته غارت شدگان تو شهرهای تهران، علاوه بر تهران در مشهد بوده، در اهواز بوده، در اردبیل بوده، در رشت بوده، در ابهر بوده و در بسیاری از شهرهای دیگه کشورمون بوده. به طور مشخص امروز در تهران تظاهرات به راهپیمایی در واقع گسترده‌ای تبدیل شده تو خیابون‌های مرکزی شهر. بله. و در اهواز رژیم زرهی آورده. در خود تهران مردم شعار میدادن، توی این تظاهرات ها شعار میدادن که مردم ما بیدارند، از دروغگو بیزارند، یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن. و همطور رفته بودن جلوی دفتر آخوند روحانی و در اونجا شعار میدادن که دولت اعتدالی جیب ها رو کرده خالی. اینا از مؤسسات کاسپیان هستن، سامن الحجج هستن، مؤسسه عرض کنم خدمت شما آرمان هست، توسعه هست، البرز هست و این مؤسسات هستن که در واقع تجمع کردن و حتی تو تهران شعار میدادن ای رهبر فرزانه، ایران شده دزدخانه، که با طعنه و کنایه به خامنه ای هست، چون این مؤسسات غارتگر تماما وابسته به سپاه و بسیج و بیت خامنه ایه. بله. حالا شما اشاره کردید که این تظاهرات سراسری بود، اسم چندین شهر هم بردید و تظاهرات گسترده‌ای هم بوده، راهپیمایی هم که شده امروز در تهران، در صورتی که بعد از کشتاری که در 17 خرداد به اصطلاح رخ داد که رژیم هم خیلی ازش سوء استفاده مختلف کرد، یکی از کارهایی که می‌خواست بکنه با استفاده از چنین فضایی که مثلا عملیات تروریستی شده در 17 خرداد و غیره، می‌خواست جلوی این جور تجمعات مالباختگان رو هم تحت این پوش بگیره، اما می‌بینی که گسترده‌تر شد. ببینید بعد از جریان به اصطلاح نمایش انتخابات رژیم که خامنه‌ای تلاش کرد آخوند جلاد رئیسی رو با مهندسی خودش از انتخابات بیرون بیاره، از صندوق بیرون بیاره و موفق نشد و ناکام موندش، بله، در حقیقت شقه تو رژیم نهادینه شد، رژیم تجزیه شد به طور واقعی. حالا خامنه‌ای اومد به مدد سپاه پاسداران و باندهای خودش این آب رفته رو به جوب برگردونه، منتها با اقدامات مختلف. تو این وسط کشتار 17 خرداد هم ازش بسیار استقبال کرد رژیم تا بتونه از طریق بهانه اون کشتار جو رو به وحشت ایجاد بکنه و صدای اعتراضات رو بخوابونه. مزید بر این قضیه داستان این حمله پوشالی موشکی بودش که به سوریه کرد سپاه، برای اینکه این رو هم به اصطلاح یک جو خفقان‌آمیزی در جامعه ایجاد بکنه تا بتونه خط خودش رو پیش ببره. اما بروز چنین اعتراضاتی اونم به طور سراسری در جاهای مختلف نشون میده که اساساً فضا و فضای انفجاریه و اساساً توان اینها برای جمع جور کردن این قضیه کم هست. این که میگید که توانشون برای جمع جور کردن قضیه کمه، ولی مثلا ما شاید هستیم مثلا در اهواز زرهی آوردن، تهدید جدی کردن و بالاخره جمع میکنن این صحنه رو، چجوری میگید که توان کنترل این صحنه رو نداره؟ ببینید خامنه ای فراتر از زرهی اون فرمانی بود که اون هفته قبل داد، دو هفته قبل داد در مورد آتش به اختیار. بله. به هر حال یک دستبازی خیلی گسترده ای رو به خود سپاه و بسیجی ها و مزدوراش داد که هر که دلش میخواد بکنن. و البته اینا قبلا هم هر که دلشون میخواست میکردن،
اما اینجا دیگه رسما و علنا و با وقاحت و از روی واقعا فلاکت اومد گفت آتش به اختیار. با این همه این اصلا عمری نکرد همچین فرمانی و همچین چیزی. حتی هفته گذشته، هفته که همین چند روز پیش، نیروی انتظامی حمله کرد به یه تعداد از همه این غارت شدگان مال باخته و شروع کرد به کتک زدن اینا و خانوما رو مجروح کرد، اینا که سر صدای زیادی پیچید. یک روز نگذشت که ساجد نیا رئیس نیروی انتظامی تهران اومد گفتش که ما کسایی که این حمله رو کردن اینا خاطیان، یعنی از آدمای خودش تو نیروی انتظامی، و اینا تنبیه میشن و اینا، یعنی اساسا توان اینو نداره. تازه اژه‌ای اومد معاون قوه قضایی رژیم و سخنگوی قوه قضایی رژیم گفت اصلا آتش به اختیار معناش این نیستش که کار غیر قانونی بکنیم و فلان، هر کسی کار غیر قانونی بکنه برخورد میکنیم باهاش اینا. یعنی اساسا بحث این که اینا بخوان با زرهی و اینا، نه گلوله نه زرهی و نه دجالگری، هیچ کدوم از اینا نمیتونه این آتش زیر خاکستر و این وضعیت انفجاری که وجود داره رو جلوشو بگیره. حالا شما میگی هیچ کدوم از این شیوا نمیشه، بنابراین بالاخره خامنه ای و رژیم چه راه حلی داره در مقابل این؟ اساسا هیچ راه حل اقتصادی نداره. شما ببینین 7000 مؤسسه غارتگر توسط باند خامنه ای و سپاه و اینا در عرض دو دهه گذشته اینا اومدن تاسیس کردن، هیچ مجوزی هم از بانک مرکزی رژیم ندارن. الان که دیگه در واقع کفگیر به تای دیگشون خورده و مؤسسات مالی رژیم هم توان پشتیبانی از اینها رو ندارن، در نتیجه تقشون در اومده و راه حلی هم برای این کار ندارن. بذارید من یک دوستا نمونه براتون بگم از این قضیه. قبل از اینکه این نمونه رو براتون بگم که اشاره میکنه به چه زلزله‌ای در راه است، دیشب تو تلویزیون رژیم یک مصاحبه بوده با یکی از کارشناسای بانکی رژیم به نام حاتمی یزد، بعد این اشاره میکنه به اینجا که میخوان سوال میکنن سر همین قضیه، میگه این مؤسسات توسط کسانی اداره میشده که صلاحیت علمی و فنی و اخلاقی برای اداره کردن ندارن، و بعد اشاره میکنه که این کسانی که این کارو میکردن از پشتیبانی سیاسی و پشتیبانی حمایتی برخوردار بودن و توانستن قانون رو دور بزنن. بعد میگه که بانک مرکزی با کسانی روبرو هست که حریف اونها نمیشه، یعنی قدرت اجرایی کافی نداره. مثلا یادمه یکی از مؤسسات غیر مجازی که تشکیل شده بود اسمش بود مؤسسه قوامی که مال نیروی انتظامی، وابسته به نیروی انتظامی. وقتی به مسئول بانک مرکزی گفتن آقا چرا جلوی این رو نمیگیری، گفت اگه من بخوام جلوی اینو بگیرم باید نیروی انتظامی رو ببرم درشو ببندم. خب اینها خود نیروی انتظامی ان، چه کارشون کنم؟ این داستان رو میزان، یعنی مؤسسه همین به اصطلاح مالی انتفاعی میزان مطرحه، وابسته بعضی از پرسنل قضایی مشهد نمیشه، بعضی از پرسنل که وابسته هستن به خود همون قضایی مشهد بوده، جایی که هر کس تخلف بکنه باید بره اونجا حکمشو بگیره صادر کنه، خود اونها دارن تخلف میکنن و از قانون عبور میکنن. آیا بانک مرکزی و حریف قوه قضایی مشهد میشه؟ یعنی ببینید خودش داره اعتراف میکنه که تمام این مؤسسات وابسته به نهادهای حکومتی و به طور خاص، حالا اینجا جرات نکرده اسم چیزم بیاره، اسم بسیج و سپاه بیاره، اساسا وابسته به این باندا هستن. و قبلا هم ما تو برنامه‌های دیگه سیما آزادی و تو خود همین برنامه هم به کرات به اصطلاح پشت اینا رو گفته شدن. اما اون فاکتی که گفتم خدمتتون میخوام بگم در مورد این که اشاره میکنه که وضعیت یه وضعیت زلزله خیزیه، اینو روزنامه حکومت سایت حکومتی تراز میگه، یکی از سایت اقتصادی رژیم هست، میگه که تجمعات کاسپیانی ها در چند ماه اخیر ادامه داره و این اعتراضات یادآور تجمعات سامن الحجت و میزان و آوارگی و سرگردانی صدها هزار سپرگزاره، اما واقعیت این نیست، چرا که شواهد نشان میدهد زلزله ای در حال وقوع است. حالا هم معاون سیف گفته 450 هزار سپرگزار تعاونی فرشتگان 5600 میلیارد تومان از کاسپیان طلبکارن، و خود همین این جای دیگه گفته که 8600 میلیارد تومان اینا طلبکار هستن. خب 450000 نفر یعنی نزدیک 2 میلیون خانواده، نفرات خانواده ها غارت شدن. اینا مگه میتونن با این شیوه های گلوله و نمیدونم زرهی و
نمیدونم اقدامات مختلف جلوی مردم رو بگیرن. هرگز چنین امکانی ندارن. پس راه حل اقتصادی برای این کار در رژیم وجود نداره. راه حل سرکوب هم که الان داریم میبینیم عملا مردم در برابرش ایستادن و دیختن تو خیابون و شعار میدن و اتفاقا خیلی از این گروه های مختلف مردم در واقع غارت شده از مؤسسات مختلف دارن سرجم با هم حرکت میکنن. بنابراین این هم یک بنبستی برای رژیم و توان ادامهش رو نداره. در نتیجه برایند یک چنین وضعیتی رو باید بگیم که افزایش اعتراضات و باز هم بنبست بیشتر برای رژیمه. بله. خیلی تشکر میکنم از شرکتتون در گفتگوی امروز. خب ببینیم که روزنامه‌های حکومتی امروز چی نوشتن و مسائل و بحران‌های رژیم به چه نحوی در اونها منعکس شده. صحبت رو کوتاه می‌کنم و از همکارم مسعود پینیا درخواست می‌کنم که گزارش خودش رو تقدیم حضورتون کنه. مسعود سلام به تو، خسته نباشی و آماده‌ایم گزارشت رو ببینیم و بشنویم. امید سلام به تو و سلام به بینندگان عزیز. حرف‌های مداخله‌جویانه خامنه‌ای در دیدار با مقامات عراقی و تایید موشک پرونی سپاه توسط روحانی، اونم بعد از دو روز سکوت، مضمون مشترک تیترهای اول و مطالب روزنامه‌های امروز هر دو باند حاکمه که الان نگاهی بهشون می‌ندازیم. آرمان خامنه‌ای به العبادی: به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید، منتظر فرصت برای ضربه زدن هستند. اعتماد خامنه‌ای: آمریکایی‌ها به دنبال ریشه‌کنی داعش نیستند. اطلاعات روحانی: پرتاب موشک به محل استقرار داعش بجا و ضروری بود. جوان خامنه‌ای در دیدار نخست وزیر عراق: عراق باید یک پارچه بماند، با همه پرسی جدایی بخشی از آن مخالفی. جوان روحانی: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا بود. جمهوری اسلامی روحانی: اختیارات نیروهای مسلح برای پاسخ به داعش بیش از آنچه بود که انجام شد. کیهان روحانی: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا بود. روزنامه‌های هر دو باند حاکم همچنان در مورد موشک پرونی به سوریه رجزخونی کردند و بر اهداف توسعه طلبانه نظام تاکید کردند. ابتکار: شش موشک، یک مقصد و شش مقصود. تردیدی نیست که یک مقصود غیر مستقیم شلیک موشک‌های میانبرد ایرانی به سمت مواضع داعش که حاصل همفکری و اتفاق نظر اتاق جنگ مشترک ایران، روسیه، عراق و سوریه است، طبعاً تکانه های فرود آمدن موشک های ایرانی در المیادین سوریه در ریاض هم احساس شده و آنها هم حساب کار خود را کردند. باز هم از ابتکار: وزیر دفاع حمله اخیر موشکی سپاه به مقر داعش در دیر الزور سوریه را بخش کوچک و نازلی از واکنش جمهوری اسلامی به داعش و حامیانش ذکر کرد و افزود هر گونه تهدید احتمالی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به شدیدترین وجه پاسخ می‌دهد. حمایت با سرمقاله‌اش تحت عنوان فروپاشی معادلات سعودی تکفیری اینطور نوشته: با اینکه واحدهای عملیات ویژه به سادگی می توانستند در عمق مواضع دشمن نفوذ کرده و انتقام بگیرند، اما پاسخ تروریست های داعش با موشک داده شد تا پیامی روشن به آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و دیگر بدخواهان منطقه‌ای باشد. کیهان خامنه‌ای در یادداشت روزش تحت عنوان بعد از شلیک موشک ها اینطور نوشته: ایران به منطقه‌ای شلیک کرده است که قرار بود آمریکایی‌ها به بهانه حضور داعش و به کمک آنان منطقه وسیعی در طول مرزهای شرقی سوریه برای مدت خیلی طولانی به تصرف خود درآورند و از این طریق در همگرایی میان ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اخلال به وجود آورند.
اما عقب نشینی روحانی در برابر موج تهاجم باند خامنه‌ای به حرفهای چند روز قبلش درباره امامت و ولایت هم موضوع قابل توجه دیگه در روزنامه‌های امروزه که هر باند مطابق تمایل خودش بخشی از اونو برجسته کرد. روزنامه شرق: پاسخ روحانی به منتقدان، انتقاد جنتی از روحانی. ایران: روحانی در ضیافت افطار با علما و روحانیون. مسئله ولایت با تشکیل حکومت دو مقوله جداست و نباید خلط شود. آرمان: روحانی: تشکیل حکومت بی حضور مردم ممکن نیست. روزنامه وطن امروز تحت عنوان حالا آقای روحانی اوسیکم به اقتصاد اینطور نوشته: سخن گفتن درباره رأی مردم و جایگاه آن در آرای حضرات معصومین قطعاً در صلاحیت افرادی نیست که با فتنه‌گران علیه صندوق آرا هرگز مرزبندی پررنگ نداشتند، و چه میگویم که گاه حتی از در رفاقت با این متمردین و مطرودین وارد میشوند. حسن روحانی را دعوت میکنم به جای ابراز نظر درباره حوزه‌های از این دست اندکی بیشتر به اقتصاد بپردازد. آیا اینکه قبل از انتخابات پیامک وصل مجدد یارانه و واریز دوباره برای مردم بفرستند و بعد که انتخابات تمام شد تحقق آن را منوط کنند به پیگیری پرونده افراد، و آیا اینکه چند سال تمام هر ماه یارانه شماری از افراد جامعه را قطع کنند بیان که یک بار، بله حتی یک بار، سازوکار این حذف را به مردم توضیح دهند؟ خب امید، با این متن میرسیم به پایان بررسی رسانه های امروز. تشکر میکنم مسعود از گزارشی که دادی و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب بینندگان گرامی، وقت برنامه امروز ما در همین جا به پایان میرسه. با سپاس از همراهی و توجهی که نسبت به این برنامه داشتید، تا برنامه فردا، خدا نگهدار همه شما. موفق و پیروز باشید.